سلام میگم به فرهیختگان عزیز آکادمی مطلب. میخوام صحبت بکنم با شما عزیزان درباره تکنیک هایی که میتوانید توانایی رایتینگ خودتون رو و نوشتاری خودتون رو تقویت بکنید. این نکاتی که خدمتتون عرض میکنم هم برای کسایی هست که رایتینگشون ضعیف هست یا قبلا کار نکردن چندان و مهارتی ندارن، و هم برای دوستانی که بیشتر کار کردن و دنبال این هستن که مقالاتی رو بفرستن به جورنال های معتبر به زبان انگلیسی. موارد رو من در 8 مورد خلاصه کردم. نکته اول اینه که برای اینکه رایتینگتون قوی بشه تا میتونید متنهای متنوع رو بخونید. دقت داشته باشید دوستان که رابطه مستقیمی هست بین خوندن متنهای متعدد در موضوعات مختلف و بهبود توانایی نوشتاری، و هرچی کسایی که افرادی متن بیشتر خوندن بهتر نوشتن. نکته دوم اینه که تا ساختار جمله سازی در انگلیسی رو یاد بگیرید. همونطور که یک ساختمان نیاز به یک فونداسیون، طرح و نقشه داره، نوشتن جملات هم از یک سری فرمول ها پیروی میکنه. این ساختارها، زمانها، کلمات ربط، کاربرد و حروف اضافه، کاربرد مصدر، مصدر با تو، انواع کلاس ها و قیدها و امثال اینها هستند که البته اینها رو مفصل من توضیح خواهم داد در موارد بعدی. پس تا ساختار جملات رو یاد نگرفتید طبیعی هست که دچار مشکل بشید، خصوصا زمانها و کلمات ربط و انواع عبارات کلاوس ها و عبارات اسمی که زیر مجموعه کلاوس ها هستند. مسئله بعدی تسلط شما بر علامت گذاری هست. علامت گذاری شاید چندان مهم به نظر نرسه، ولی کاربرد درست علائم در رایتینگ، خصوصا برای اینکه برای جورنال اگه مطلبی نوشته باشید مهم هست، و ادیتورها و در حقیقت داورها بسیار به مسئله توجه دارند. رعایت علائم مثل فول استاپ، کالون، سیمی کالون و امثال اینها مهم هست، پس کاربرد اینها رو بدونید. یک نکته خیلی خیلی مهم در بهبود رایتینگ شما ترجمه کردن هست. بله درست شنیدید، ترجمه کردن از فارسی به انگلیسی کمک میکنه به شما، و افرادی که در حقیقت کسی رو ندارن که جملاتی که نوشتن یا ترجمه کردن رو چک بکنن، بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که کتاب‌های گرامری در فارسی هست رو بگیرید. کتاب‌هایی مثل گرامر هادینیا، مثل گرامر عباس فرزام، کتاب گرامر رحلتی و زیاد هستن کتاب‌های مشابه. سعی کنید جملاتی که این در این کتاب ها هست، جملات فارسی و مثال هایی که هست رو خودتون به انگلیسی ترجمه بکنید و بعد از اون چک بکنید ببینید آیا درست ترجمه کردید یا نه، و موضوع به موضوع این کار رو انجام بدید. یعنی فرض کنید در مورد زمان ها اگر دارید تمرین میکنید در مورد زمان های مختلف، به این کتاب رجوع بکنید، به فصل زمان ها و بر اساس اون انجام بدید تمرین ها رو و چک بکنید و مطابقت بکنید. در این روش شما نیازی ندارید که یک معلم بالای سرتون باشه و بخواید هزینه ای برای این کار بکنید. این روش بسیار مفید هست و فصل به فصل این کار رو میتونید انجام بدید. برای مثال شما کتاب گرامر رو باز میکنید، فصل مربوط به کلمات ربط، جملاتی که داره، ترجمه فارسیش رو خودتون به انگلیسی ترجمه میکنید و سپس چک میکنید ببینید آیا این جملات رو درست ترجمه کردید یا نه. به شما قول میدم بعد از یک مدتی کوتاه اگر با دقت و حوصله تمرین ها رو انجام داده باشید، یک تفاوت معناداری در افزایش مهارت خودتون در رایتینگ رو خواهید دید. روش بعدی که بسیار کمک میکنه به شما اینه که سعی کنید یک آرشیو از کلمات کاربردی مربوط به رشته های خودتون داشته باشید. هر رشته ای که هستید میدونید که کلمات و اصطلاحاتی هست که مدام ریپیت میشه در متن‌های تخصصی شما. این کلمات پرکاربرد رو به صورت یک پورتفولیو، به صورت یک
مجموعه روی دسکتاپ داشته باشید و به هر حال دفترچه مختص این کار داشته باشید کمک میکنه به شما و این کلمات و فریز ها و عبارات رو برای خودتون تکرار بکنید. این کمک میکنه به شما که بعدها در جمله نویسی بتونید از اینها استفاده بکنید و این جملات در حقیقت به ذهن شما بیاد در موقع رایتینگ. مورد بعدی اینه که تا میتونید به افراد مختلف ایمیل بزنید. ممکنه این سوال در ذهن شما بیاد که من مسلط نیستم چطور ایمیل بزنم. ایرادی نداره، این کار به شما اعتماد به نفس میده. هیچ حراسی نداشته باشید. شما متنهایی رو که میفرستید و ارسال میکنید قرار نیست که مورد بازخواست قرار بگیرید در مورد اینها. تا میتونید ایمیل بزنید، تا میتونید از ابزارهای مدرن امروزی استفاده بکنید، ابزارهایی که از طریق اون میتونید یک تماس دو جانبه داشته باشید و افرادی رو که به زبان انگلیسی آشنا هستن پیدا بکنید و به صورت نوشتاری با اونها از طریق این ابزارها استفاده بکنید. این تعامل در رایتینگ که reciprocal writing skill هست امروزه مورد تایید قرار گرفته نتایج متدولوژیش. دیگه نکته مهم اینه که میدونید در آزمون IELTS رایتینگش یکی از ماجول ها و یا بخش ها و تسک ها این هست که دیاگرام ها رو توصیف بکنید، بارگراف یا نمودارهای میلی مختلفی رو بخواید توصیف بکنید، جداولی رو میگن که بر اساس اون عددهایی هست و از اون شما میخواد که در مورد اونها توضیحاتی رو بدید. در این قسمت کلمات کاربردی که مدام تکرار میشه رو یادداشت بکنید. کلمات مثلا من برای مثال میگم، البته در این مورد هم مفصل صحبت خواهم کرد در مورد آزمون IELTS و TOEFL IBT و اینتگریتیو تست هاش. کلمات کلیدی مثل illustrate, define, recognize, illuminate و کلمات مشابه این کمک میکنه که بتونید در اون تسک رایتینگ امتیاز مورد نظر رو داشته باشید. خوشبختانه پیشرفت تکنولوژی این کمک رو ما کرده که بتونیم در رایتینگ استفاده بکنیم. میدونید هم نرم افزارهایی هست، هم سایت هایی هست به نام گرامر چکر که کمک میکنه به شما. هرچند اکیوریسی یا دقتش خیلی بالا نیست، ولی به عنوان یک ریوایز اول این کمک میکنه که بعضی از ایرادهای گرامریتون رو مشخص بکنید. در نهایت نکته‌ای که میتونم به شما بگم اینه که رایتینگ پدیدی هست که یادگیریش زمانبر هست. پس هیچ وقت از اشتباه کردن نترسید. هیچ کس مادرزاد یک رایتر خوب به دنیا نیومده و حتی نیتیو ها یا بومی زبان ها اینها وقت زیادی رو صرف کردن، تلاش بسیاری رو کردن که به مهارت های دست پیدا بکنن. هیچ وقت از نوشتن نهراسید و از ساده ترین مطالب شروع بکنید و به صورت استپ بای استپ کارتون رو ادامه بدید. So in this part I suggested you some techniques to improve your writing skill. For the first, I told you to read as much as you can. Reading skill improves your writing skill. You know, different skills are interrelated. According to Euler theory 1979, all the skills are related to one another. Another important factor in writing is just learning different structure of sentences. For example, you are supposed to learn the structure of different tenses, the conjunctions, the prepositions, gerunds, infinitives, different types of clauses. Gaining information about these topics would improve your writing efficiency. Another important technique is just to use translation from Persian into English and English into Persian is a very useful technique. So the best and most important thing you can do is just to find some simple Persian sentences and then translate them into English and check them based on the book. I promise that it is effective, constructive, and highly beneficial for performance on writing skill. Another technique I told you in Persian is just to use very, very highly applied words in your related field. For instance, if you are studying in the field of computer science, try to identify the key words, write them,
and find a portfolio, make a portfolio for that and keep it and read it continuously in order to use them during your writing skill. Sending email to different people, to different scholars, to different professionals is another technique that is central. Reciprocal writing skill theory tells us that by talking to different people simultaneously is a very useful method for improving the writing skill. And in relation to writing skill about IELTS, I may say that learning to define, learning to illustrate different diagrams, different charts, bar graphs is crucial. So try to memorize, try to learn the related words, the related phrases. As I told you before, there are some software like the Grammar Checker. The Grammar Checker helps you to identify some problematic parts of your writing without paying any money. Of course, some of these softwares, you know, we should pay for them, but some of them are also cheap or without any charge. And finally, the most important factor is just do not scare of writing, you know. Do not be afraid of writing. Writing is, although it might seem difficult, if you practice hard, be sure that you would learn it and you will have the needed ability, you will gain the needed ability to put into practice what is in your mind and turn it into a written text. Thank you very much.